برای این صعود بکنیم با حوادث تلخ و اتفاقات ناگوار هرات رو فراموش کنیم. گل اول برای افغانستان خیلی خوب موسوی ما دروازه رو بم. گل اول برای افغانستان در تقریبا میتونیم بگیم 4 دقیقه گذشت تا گل اول زدیم. سید حسین موسوی دروازه ماکاو رو باز کرد. اینجا پاس مهران غلامی و این ضربه بغل پای دقیق حسین که در جهانی در دروازه هم در نظر ترک کرده بود و دروازه باز قفل دروازه ماکاو رو شکستیم. بسم الله بازیکنان ما باعث شد که اینگونه دروازه رو باز بکنیم. نگاه کنین ارسال خیلی خوب، یک پاس دیدنی و ضربه‌ای که اینجا تمام کرد سید حسین موسوی. حساب کار 2-0 میشه. سید حسین موسوی دروازه رو باز کرد. لعب في ايران درب في ايران مدرب المنتخب دوباره تیم افغانستان تیم پیروز افغانستان با اختلاف دو گل. امیدوارم گل نخورید دیگه. نه اندونزی گل خورد از ما که اون هم عربستان هم گل نخوریم دیگه. تنها تیمی نباشیم که گل خوردیم از ماکاو. یک فرصت موقعیت با پای چپ این شوت سنگین است حسین حسنزاده دروازه‌بان ماکاو سوچا کن گرفت. اینجا پاس داد و این ضربه‌ای که اینقدر فشاریم که ما داریم میاریم تیم پارش سخت کرده. گل مهدی نوروزی دروازه رو باز میکنه. گل سوم مهدی نوروزی میذاره. یک لحظه هم توپ بدن به بازیکنان ما کافیه تا بتونیم دروازه رو باز بکنیم و کار در واقع ختم بکنیم. گل سوم برای ما. گفتم براتون منتظر یک پیروزی پرگل باشیم و انشاءالله همینطور هم هست. یک برد پرگل و جام ملت‌ها سود خواهیم کرد. این دفعه ما هست. اگه تیم دوم هم بشیم بازم میریم، مشکلی نیست. فقط میگیم باید اما اگر نرسیم. اینم تعداد اندکی از هواداران ما که در سالن حضور دارن فرصت بده بازیکنان ما گل. گل بعدی سید حسین زد. سید حسین ما هتریک میکنه. 3 گل شد از سید حسین موسوی. چیز ما که با بیرق خوشنگ ما در سالن گرین هال حضور دارن. اینجا ضربه اول بلاک شد و بعد در ضربه دوم سید حسین آمد و کار تمام کرد و گل‌های تیم‌های حریف مثلا در پخش تلویزیونی کم نشان ندن. یک ضربه فرصت برای بازیکنان ما گل. گل پنجم زدیم و عبدالغفار صادقی پس از ورود به میدان موفق میشه گل پنجم بزنه. نتیجه خیلی خوبی رو داریم به دست میاریم. تا به اینجا کار فوق‌العاده بوده تیم ملی ما. نگاه کنید اینجا ضربه رو زدیم. در ضربه دوم مهران ببخشید عبدالغفار صادقی موفق میشه که توپ تبدیل به گل بکنه. گل گل بخوریم. این صحنه خب توپ دست بازیکن ما خورد و پنالتی اعلام شده فکر میکنم برای ما. پیونگ چی با ضربه رو میذاره متاسفانه گل شد و حساب کار 5-1 برای بازیکنان ما. اینجا تو به دو بازیکن آکو خورد و کورنر. اکبر کاظمی، فرزاد محمودی، خود فرزاد باقید بر بازیکنان افغانستان. این ضربه و گل. یک شوت محکم. باز هم سید حسین موسوی زد. گل هفتم برای افغانستان. شوت محکم بود و باز شدن دروازه ماکاو در فاصله 1 دقیقه ماده تا پایان این دیدار. با هم نگاه کنیم اینجا ضربه را سید حسین دقیق و محکم زد. دیگه بالاخره گفتم تا حدی میتونه تاب بیاره تیم ماکاو. بدون شک گل های بیشتری خواهیم زد در نیمه دوم این دیدار. هنوز در نیمه اول هستیم. 7 زدیم. دوباره با هم صحنه را مرور میکنیم. اینم گل عالی فرزاد محمودی هست. یک حرکت فرزاد محمودی کار قشنگ. دروازه خالی است. آفرین به سید حسین ما. چقدر این بچه خوب هست. چقدر این شوتای او کیف میده. سید حسین موسوی گل نهم برای افغانستان. میریم که انشالله چقدر راحت فرزاد محمودی بهترین کار ممکنه کرد. پاس داد. همه استراحت میکردن، همه زابرا شدن، دوباره سرگردان کوچه و خیابان. و این هم گل دهم توسط اکبر کاظمی زده شد. گل دهم برای افغانستان توسط اکبر کاظمی. دیگه مقاومت تیم
ماکو فرزاد محمودی نگاه کنید چقدر بازیکن خوب این مهدی نوروزی در دهانه دروازه میتونست خودش پاس بده اما خودش گل بزنه پاس داد خود اکبر برن به لیگ‌های خارجی برن قطعا روی تیم ملی فوتبال هم تاثیر خودش خواهد گذاشت فرصت گل 11 هم برای ما اکبر کاظمی دروازه ما رو باز میکنه اکبر کاظمی دروازه باز میکنه 11 در مقابل 1 یوتالتره ما همه خوشحالیم باور کنید گلون من بغض گرفته فقط به خاطر موضوع هرات به خاطر غمی که مردم افغانستان دارن به خدا نمیخوایم خیلی صدا خور بلند بکنم خوشحالی بکنم به خاطر اینکه واقعا مردم ما داغدارن و عزادار و خیلی روزهای سختی رو دارن سپری میکنن فرصت داریم برای گل و این هم گل فرصت داریم و گل و این هم گل گل 12 افغانستان زد مهدی زاد یا اکبر باز میکنه در تصویر ببینیم با هم اینجا پاس دادیم و این گونه همکاری سید حسین و اکبر کاظمی گل 12 برای افغانستان به ارمغان میاره یادداشت کنین دوستان که تعداد گل ما اینقدر زیاد شده که حساب دست ما داره میره اکبر کاظمی میرفت برای گل 13 چند تا دست پیش بینی کردم فکر میکنم که بریم رو 20 اگر میرقم پیش بریم و یک پیروزی پرگول دلچسب سید حسین پاس میده و گل فرزاد محمودی زد جانم به این بیرق جانم به این تماشاگر خوشحال ما جانم به همه شما جانم به فرزاد ما و گل 13 برای افغانستان سال به ثمر میرسه تصویر های سیر ببینیم با هم اینجا سید حسین گرفت پاس داد و فرزاد هم درستیم ببینیم مساوی شد ولی امروز داریم ثمره زحمات خود میبینیم ثمره حمایت مردم رو میبینیم و ثمره استعداد به 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 این گل چه گلی زد چه شوتی زد به 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 چه شوتی زد مهران نگاه کنید با هم بزرش کرده رو بیم چه حالی میکنه شوف 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 گل 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 نگاه کنید با هم شوت دقیق مهران گل میره چقدر زیبا زد چقدر کیف کرد این گل 10 دقیقه کمتر از 11 دقیقه تا پایان بازی زمان داریم شوت مهران از این زاویه هم ببینیم چه بازی کرده میریم فردا با منگولیا بازی داریم بازی بسیار سختی است در خانه یعنی ما میزبانی مقابل دروازه‌بان منگولیا آمد بیرون فکر میتونست کار بکنه دروازه خالی است گل 15 و فرزاد محمودی چرا نزدی؟ خانواده قطعاً هموطنان ما هستن دو تا خانم که در استادیوم حضور دارن و در سالن حضور دارن بازی تشکر بازی دارن تماشا میکنن تشکر میکنم از حضورشان که حتی با نوزاد خود به تشویق تیم ملی فوتسال اومدن یکی دوستان گفته از استاد عبدالرزاق ممرک یاد بکنه که فوتسال به این سطح رسان شک نکنید که هر چه داریم از فوتسال ما از تهدابش از استاد رضا ممرک مرد بزرگ و دوست داشتنی فوتسال افغانستانه که چقدر برای فوتسال افغانستان زحمت کشید پایه‌گذاری کرد و امروز ثمرش رو داریم می‌بینیم تمام بازیکن‌ها شاگرد استاد رضا هم همه اینا تهدابشون استاد رضا گذاشته امروز داریم ثمرش رو می‌بینیم بعد از مسابقات داخل سالن 2017 پیشنهاد داشت اکبر کاظمی یک شوت خطرناک و گل گل 15 برای افغانستان 15 برای افغانستان این شوت محکم به تیر دروازه خورد اکبر پاس داد و رضا حسین پور دروازه ماکاور برای چند تا شد 15 تا فکر میکنم 15 بار خیلی خوب میشه در این دقایق بازیکنی هم که بازی ندادن فرصت داده بشه گل گل 16 حسن علی جعفری زد گل 16 برای افغانستان 20 کنیم دیگه 16 تایی تیر شد بریم به سراغ 20 کردن حریف کسر قطعا باید بخوره تا روی فوتسالش کار بکنه اصلا گفت همسرش در سالون حضور داره محروم هم اصلا امروز ورساتو و این هم گل 17 برای افغانستان اکبر کاظمی زد گل 17 افغانستان این صحنه زد با زانو با پا با سر با همه جا زدیم امروز به ماکو و گل های خوده فستیوال گل در گرین هال
یک ضربه و گل خوردیم. ماکاو گل دوم خودش زد، 17 در مقابل این صحنه است که در زاویه نسبتاً بسته دروازه ما غلامی این ضربه و گل برای بازیکن افغانستان مهران و غلامی، گل 18 به ثمر میرسیم. چه شوتای خوبی میزنین مهران و غلامی عزیز. گل 18 فرزاد و این ضربه تمام کننده او، دفناپذیر و شیک و مجلسی توپ به کنج دروازه فرستاد. زیر 10 ثانیه است، بشمارید تا صعود ما به جام ملت‌های فوتسال آسیا. 10 ثانیه زمان باقی است، بشماریم با هم. ملت‌های فوتسال آسیا رو با هم ببین، فقط 100 ثانیه به پایان بازی باقی مانده و اینجا هم بیسن پایان مسابقه و صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. بازیکن‌های تیم ملی هم اصلا خوشحالی نمی کنن. جالب هست قطعا به خاطر موضوع هرات هست که بازیکنهای ما خیلی خوشحالی نکردن در این صحنه و یک پیروزی پرگل 18 در مقابل 2 نشان دادیم. اقتدار و قدرت تیم ملی فوتسال افغانستان در این رقابت ها موفق شدیم ماکاو رو شکست بدیم و به جام ملت‌های فوتسال آسیا صعود بکنیم. بعد